ازبکا مکران بلوچستان نام برده شده است. وجود بسیاری از کلمات بلوچی در کتیبه بیستون بیانگر قدمت تاریخی و اصالت زبان این قوم آریایی است. برای مثال در کلمه البرز که به کوههای شمالی و مرکزی ایران گفته شده، برز معنای بلند بوده که تا به امروز نیز به همین معنا در زبان بلوچی رایج است و نیز کلمه بل که به معنای قله و تاج می باشد. از این جمله می توان به ده ها کلمه دیگر نیز اشاره نمود. بی تردید قوم سخت‌کوش بلوچ از اقوام آریایی جدا شده و پس از گذشتن از بخش‌های شمالی به ناحیه جنوب آمده‌اند. با توجه به بررسی دانشمندان نژادشناس، مشخصات نژادی بلوچ‌ها و آریایی‌ها کاملاً شبیه و یکسان بوده. بدین ترتیب بلوچ‌ها تنها قومی هستند که هنوز اصالت خیش را حفظ نمودند. قامتی بلند و کشیده، چشمانی درشت و سر و صورتی پهن این قوم اصیل را از سایر اقوام متمایز ساخته است. بلوچ، این واژه زیبا که قومی نجیب آن را به اسم خیش ثبت نموده، دارای ویژگی های فرهنگی و اجتماعی فوق‌العاده‌ای بوده که به ندرت میتوان آن را در سرتاسر کره زمین پیدا کرد. خصوصیاتی چون غیرت، بردباری، مردانگی، وفای به عهد، رادمردی و ده‌ها صفت پسندیده دیگر زینت بخش این انسان‌های مظلوم در طول تاریخ بوده است. فردوسی بزرگ، شاعر بلند آوازی ایران زمین، این نژاد نجیب را همواره پاسدار خاک ایران زمین دانسته که به هیچ بیگانه‌ای اجازه تجاوز به خاک میهنش را نداده است. این شاعر پارسی زبان وفاداری این قوم را در پایداری از خاک و ناموس میهنش بارها و بارها در کتاب جاودانه شاهنامه به اثبات رسانده است. فردوسی در شاهنامه از قوم بلوچ در جرگه سپاهیان کیخسرو یاد کرده و این قوم را به قوچ تشبیه نموده که سر تا پا مسلح و هیچگاه پشت به دشمن خیش ننموده است. سپاهی ز کردان کوچ و بلوچ، سگالیده جنگ مانند قوچ، که کس در جهان پشت ایشان ندید، برهنه یک انگشت ایشان ندید. درفشی برآورد پیکر پلنگ، همی از درفشش ببارید چنگ. زمین کوه تا کوه لشکر گرفت، همه تیز و مکران سپه برگرفت.